سلام دوستان، با آموزش VBA در خدمتون هستیم. خب تو این پروژه‌ای که داشتیم میخواستیم چه کار پرینت بگیریم، ما از این دوتا باتم استفاده کردیم و گفتیم که اوکی، میتونیم الان به لیستمون اضافه کنیم، لیستمون رو پاک کنیم و حتی یکی دیگه مونده که تنظیمات تک پرینت هستش. من اینو اول یه بار واسه تون ران میکنم چون کدش خیلی بیشتره، واسه توضیح دادن شاید به دوتا جلسه نیاز داشته باشه. خب فقط میخوایم ببینیم رویه چجوریه. من اینو که از قبل عکسشو انداختم پاک میکنم، چون عکس نباید باشه اصولا، ممکنه میتونه باشه، البته خب ممکنه بانکتون متفاوت باشه. فکر کنیم واسه دفعه اول میخوایم اینو رو ران کنیم. من میخوام از این اطلاعات استفاده کنم و چکمو پرینت بگیرم. اول باید تنظیم کنم پرینترمو بر اساس چکی که میخوام پرینت بگیرم. پس تنظیمات پرینت رو میزنم. از من میپرسه که پرینترت به صورت عمودی میگیره یا افقی میگیره چک رو. خب بعضی از پرینترها هستن که یعنی اکثر پرینترها به صورت عمودی میگیرن، بعضی هستن افقی چه برگ رو میگیرن. ما اینجا انتخاب میکنیم، میگیم اوکی ما به صورت ورتیکال هستش پرینترمون که میگیریم، ورتیکال رو مثلا انتخاب میکنیم و میره بر اساس اون اطلاعاتی که وارد کردم این فضا رو آماده میکنه. حالا میگه now choose the check image. حالا میگه اون ایمیج چکی که میخوای پرینت بگیری و بگی، مثلا بانک ملته، چه میدونم بانک ملیه، یه دونه عکس از اون چکتون باید بگیرین و اوکی کنیم. اینو اوکی که میکنیم، حالا باید اون عکس رو بریم پیدا کنیم و اینجاست. خب انتخاب کنیم، میندازه اینجا، میگه حالا adjust، تنظیم کن تکست باکس ها رو روی ایمیجت. خب اینو اوکی میکنم. حالا باید من تنظیمات رو انجام بدم، اینو به اندازه صفحه هم باید بزرگ کنم چون عکس میتونه به هر اندازه باشه، ولی این اندازه واقعی چکه. خب حالا میارم تا اینجا بزن. حالا این تکست باکس هایی که اینجا هستن رو باید دقیقاً بندازم، چون حالا از قبل انداخته بودم، مثلا ممکنه یکیش اینجا افتاده باشه، یکیش اینجا افتاده باشه، مثلا اینطوری میام دقیقه اندازه شو درست میکنم. مثلا اینو میذارم، اینا هم تاریخ هم به جداگونه هستش، اینو یکم میارم بالاتر قشنگ بیفته زیرش به طور مثال، اینو میارم پایین تر. خب من میخوام اول چیز باشه، بعد این باشه، اینو میارم اینجا. خب بخشید، این هم میارم اینجا، این تکست باکس هم میارم اینجا. خب این هم حالا از قبل بوده، اوکی. حالا تو این قسمت میتونم تک پرینت کنم، پرینت از کل لیست به انجام بدم یا تنظیمات پرینت رو دوباره انجام بدم که حالا توضیح میدم. فعلا با اینا کاری ندارم، دوباره در جلسات بعد دونه دونه این ستارم میبینیم. این که تکراری همون تنظیمات پرینته، این دوتا رو هم نگاه میکنه با هم دیگه. خب پس الان چکمون آماده پرینت شد. از چه طریق از این کد استفاده کردیم، تنظیمات تک پرینت؟ خب بریم توی ویژوال بیسیکمون. این کدی هستش که داره رام میشه، اگه خاطرتون باشه به ترتیب ما اد تو لیست کرده بودیم، دیلیت کرده بودیم لیستمونو اگر خواستیم، و حالا اینم سومین دکمه که وان پرینت فرست، که در واقع حالا اگه می نوشتم تنظیمات یا adjusting باز بهتر بود اسمش، ولی خب حالا همینو گذاشته بود. وقتی که اون باتم رو میزنیم، اون دکمه رو میزنیم، این کد اینجا ران میشه و حالا با هم میبینیم این کد چی هستش. خب اولین کاری که تو این کد می انجام میده، میاد اندازه عرض و ارتفاع چک رو از این سلول ها میخونه. پس میاد اینجا این دوتا رو میخونه، میگه ارتفاع و عرضش چقدر بوده، درسته؟ بعد میگه print status show. خب این یه مبحث جدیدی که چیه، فرم ها هستن، که فرما رو با هم دیده بودیم، یعنی توضیحشو قبلا دیدیم، حالا یه دونه create‌شو با چیز میکنیم، نگاه میکنیم با هم دیگه. خب اگه موافق باشین قبل اینکه وارد بقیه کد بشیم، چون خود فرم ها یه مقدار چیز داره، کار داره، بهتر اول فرما رو توضیح بدین و بعد وارد بقیه کد بشیم تو جلسه. پس این جلسه در مورد فرم ها
و if استفاده کنیم، مثلا چه باتم هایی که تو اون میتونیم بذاریم و اینا. خب فرض کنیم اصلا من یک اکسل جدید باز میکنم. خب اینجا نیو یه بلانک. خب من میخوام یه فرمی به من نشون بده خب که اگر کاربر عدد یک یا مثلا yes رو زد، بیاد مثلا تو اینجا بذاریم مثلا یه دونه تکست هم بذارم بگم user decision. خب خب میخوام اینجا اینم رنگی میکنم. میخوام اینجا توی سطر یک و سطور دوم تصمیم کاربر رو بنویسه، yes بوده یا no بوده. خب و حالا اگر مثلا yes بوده شاید یه کار دیگه هم انجام بده. اوکی خب میرم توی دیولوپرم، ویژوال بیسیکم رو باز میکنم که میاد اونجا، حالا چون قبلی هم بازه، میام تو پروژکت جدیدم بوک یک اینجا. خب یه دونه user form میندازم، یک ماژولی هست که با هم صحبت کردیم user form، که این user form اینجا یه دونه پیش‌فرض قرار میده. خب اندازش رو میتونم اینطوری کنم، از این کنترل باکسه میتونم استفاده کنم و از اون باتم بندازم، مثلا لیبل بندازم و چیزهای مختلف که حالا با هم نگاه میکنیم. خب اولین کاری که میخوام بکنم user form نیمش رو عوض کنم. خب نیم آیدنتیه این آبجکت هستش، مشخصش هستش. خب من میذارم مثلا user this، اینجا نباید فاصله داشته باشه، نباید خط تیره بزنیم، underline میتونیم بزنیم و غیره. اگه اینو تغییر بدم، توجه کردین این تغییر نکرد، این نوشته همونه. چرا؟ چون این کپشنشه، یه متنی هستش که به user و افراد داره نشون میده. خب این identityش بود، حالا رنگش اینا جای خودش، این کپشنی هست که میتونم تغییر بدم. می‌نویسم what is your، و اینجوری هم دارم می‌نویسم your decision your choose، اسمش رو می‌ذارم your choose. اینجا می‌بینید تغییر کردش. خب رنگش رو میتونم عوض کنم، هر رنگی که بخوام مثلا اینو بذارم و حالا غیره. بقیه‌اشو دیگه خودتون میتونین برین پیدا کنین ببینین چی هستش، در همه حد کافی. خب حالا میخوام ببینم که به یوزر بگم که بین این دوتا گزینه انتخاب کن، yes یا no. درسته؟ روش کلیک میکنم، لیبل میتونم بذارم، تکس باکس میتونم بذارم، کمبو باکس و چیزهای مختلف. چیزی که من میخوام مثلا یه فریم میتونم بذارم بسش به این شیوه. فارسی میتونیم بنویسیم راستی، خب اما پیشنهاد میشه فارسی نذاریم. خب البته من این مثلا فرمشه، اینجا میتونم تکست باکس لیبل بذارم، یه کلیک نه این نیمش که لیبل یکه، کپشنش هم مثلا هر چیزی میتونم شه. این یه ذره فریم هم بذارم بالاتر، فریم لازم نداشتیم واقعا، واسه اینکه مثلا فرم بیشتری رو بخوایم بذاریم. خب اما اینجا من دابل کلیک کنیم میریم روی کدی که میتونیم واسه این لیبل بذاریم. من میخواستم تغییرش بدم، لیبل و فرم رو پاک میکنیم، تکس بذاریم، بذارم تکس باکس بهتر، میخوام برای یه چیزی فقط به یوزر نشون بدم. خب ای بابا کپشن شده choose yes or no. میبینین اینجا بذارین یه علامت تعجب بذارم. خب به صورت یه متن به کاربر نشون میتونیم کدی بنویسیم که اگه کاربر روی این کلیک کرد یهو یه پیامی نشون بده، هر کاری بخواد بکنه. اگه دابل کلیک کنیم رو اون میتونیم اینجا بیایم کدشو بنویسیم. من واسه اینو کد نمیخوام بنویسم، پاک میکنم. خب
جاشو درست میکنم. میخوام یه سو نو بذارم دیگه. جاش باید نیست. خب میام کامند باتم رو انتخاب میکنم. کامند باتم یعنی دکمه فرمان دیگه. خب اینجا نیمشو میکنم yes. مثلا yes باتم. و کپشنشو میکنم yes خالی. درسته. یه دونم واسه نو میذارم. نو. خب میکنم نو باتم و کپشنش هم میکنم نوع خالی که به یوزر نشون. خب اگه اینو ران کنیم چی میشه؟ به کاربر این فرم رو اینطوری نشون میده. درسته. اگه yes بزنه هیچ اتفاقی، نو بزنه هیچ اتفاقی نمیفته چون هیچ کدی واسش داره، ولی این زبده رو بزنه میبنده. خب چون مثلا پیش فرض هست، شما میتونید از این پروپرتیسش استفاده کنین، زبده هم حتی بردارین، همه چیزش رو میتونید تغییر بدین، مشکلی نه. حالا میخوایم بگیم اگر yes رو کلیک کرد چه اتفاقی بیفته، نو رو کلیک کرد چه اتفاقی. اگه روی این دبل کلیک کنم اینجا میاد یه پرایوت ساب درست میکنه، yes bottom underline click. خب اسمش هم میذاره کلیک. این یک ایونتی هستش که اینجا رخ داده. من میتونم بر اساس کلیک بذارم، میتونم بر اساس چیزهای مختلف بگم. اینجا کلیک انتخاب شد، دابل کلیک کرد، اینتر کرد، اگزیت کرد، حتی اگر موس رو آورد روش، موس آب، موس موو، موس داون، بر اساس حرکت‌های مختلف این کد ران بشه. من همون کلیک رو انتخاب میکنم، میگم اگر کلیک کرد روش این کد ران بشه. حالا اگر yes بود من میخواستم چیکار کنم؟ بیام اینجا بگم که اوکی اینجا بنویس yes. درسته؟ توی شیت یکم، شیت یک دات سلز سطر یک ستون دو مساوی yes بذار. درسته؟ خب حالا بیا اینجا مثلا اگر نو بود من میتونم اینجا مثلا اینو کپی پیست کنم، یا اینجا به جای yes button بکنمش نو button. خب و این نو button رو باید بشناسه. از کجا باید بشناسه؟ user form. این اسمش نو باتمه. خب وقتی که دابل کلیک کنم میاد همینجا. خب شیت یک دات سلز یک و دو بذار نو. خب این از این. حالا امتحان کنیم. من اینجا چیزی ندارم که ران کنم از خود اکسل، میتونم حتی توی ماکروز بیام اینجا. میبینین نیستش. خب توی ماکروها چون نیستش، یه کاری که میتونم، چون یوزر فرما اونجا نمیاد، میتونم بیام اینجا اینو همینجا پلی کنم، yes رو انتخاب کنم، yes میفته. ببینین الان یوزر فرم من نمیره، هر کار میکنم تا اینکه این علامت زبدر رو بزنم برم اونجا، ولی اینجا yes بزنم yes میزنه، no بزنم no میزنه. خب حالا میخوام برم از این توی یه کدی دیگه استفاده کنم دیگه، با این کاری ندارم. یه سونوم انتخاب کردم تموم شد. آها یه چیزی، من وقتی که میام اینجا دیدیم که فرممو نمیبره، درسته؟ yes button dot show، چون یک object میشناسه، ببخشید dot hide. خب یعنی هایدش کن. اگه نو بود نو button dot hide. خب حالا دوباره رام میکنم اینو، اگر نو رو انتخاب کنم یه لحظه من خودم اگر آدم رفت ببینم اینجا چی بودش که نوشتم dot hide دیگه
اشتباه لغتی داشتم. خب دوباره پلیش میکنم. ببخشید من لغت هم اشتباه نمیشم یه اثبات هم نوبات من رو بزنم ببینم خب ببخشید من هی دارم میگم خود کجا اشتباه کردم. یس باتن من که فرم نیستش، این یوزر دیسه که باید هاید بشه، کل فرمه که باید بره. خب اینو باید بزنم دات هاید، من اشتباه میزدم ببخشید، این باید هاید بشه. خب حالا دوباره ران میکنم اینو. وقتی ران میکنم نو رو انتخاب میکنم، اونو میبنده، هایدش میکنه و برمیگرم یه کد تموم شد و اینجا هم نو میزنه. خب حالا بیایم یه استفاده دیگه ای بکنیم از این. من از یه سنوی که اینجا استفاده کردم یعنی تولید کردم میخوام یه کاری به طور مثال انجام بدم دیگه، فقط نوشتنش نبود. میام یه ماژولی رو مینویسم اینجا، یک ماژول استاندارد. خب مثلا یه ساب میذارم conditions، میخوام ایف ها رو با هم کار بکنیم. خب من میخوام تحت شرایطی یک کاری انجام بشه، تحت یک شرطی. من میام میگم اگر سلز شیت یکم دات سلز سطر اول ستون دومم مساوی یس بود، آنگاه دن چی کار بکن؟ بیا بر فرض مثال یک باکسی رو بهش نشون بده، MSG باکس کن، بگم good choice، درسته؟ اگر اینطور نبود else، در غیر این صورت بذارین یه جور دیگه بگم، اگر خالی بود، خب اگر yes نبود و خالی بود else if، خب sheet 1.cells 1 و 2 مساوی با خالی بود، این else if آنگاه دن رو باید حتما بذاریم. خب آنگاه MSG box کن nothing، درسته؟ در غیر این صورت که مطمئنم یا yes یا خالیه یا نوه. خب ببخشید چون ممکنه مثلا یه چیز دیگه باشه به غیر از yes و no، ممکنه اوکی نوشته باشه، یکی اصلا از اون استفاده نکرده باشه و اوکی نوشته باشه. دوباره else if استفاده، اگر خالی هم نبود یه چیز دیگه نوشته بود else، باش اگر no بودش بهتر با no کار کنیم چون ممکنه حالا شرایط دیگه هم باشه، درسته؟ پس else if sheet 1.cells سطر اول ستون دوم خب مساوی no بود، آنگاه then MSG box کن، هر کاری مثلا میتونیم کنیم not good. اوکی okay. اگر چیز دیگه ای بود else، هر چیز دیگه ای بودش در غیر این صورت خب then دیگه لازم نداره اینجا، else MSG box کن rhyme date مثلا. خب end
if آخرش باید ایفمون رو ببندیم، این ایفی که اینجا باز کردیم رو باید ببندیم. خب حالا من باز دوباره توضیح میدم، اینو خواستم با ساختار ایف آشنا بشیم. MSG باکس رو درست نمیشم باکسش دارم نمیشتم، این وقتی که نشناخته احتمالا یه جا رو اشتباه کرد. خب MSG باکس این هم درست، یه جا من فکر کنم شیت یک اینجا هم داتش رو نزاشته بودم. خب حالا درست شد. خب حالا قبل اینکه من بیام این کد رو ران کنم، بذار اصلا ران کنم ببینیم چی میده به ما. من اینو ران میکنم، چون اینجا نوعه not good رو میزنه، درسته؟ حالتهای دیگر هم ببینیم. اگه من اینجا yes زده باشم باید بگه good choice، درسته؟ اینو پلی میکنم میگه wrong data، yes رو نشناخته. چرا؟ چون کوچیک و بزرگ نوشتم، اینو yes وای بزرگ میذارم. خب دوباره ران میکنم، good choice، choice هم غلطه. فکرم درست نمیشته. خب بعدش یه چیز دیگه باشه، پس یه سو نور امتحان کردم، اگه خالی باشه چی باید بهم نشون بده؟ این حالت هم امتحان کنیم. خب حالا ران کنیم، nothing. و اگر به غیر از yes و no اینا هم که دیده بودیم، مثلا وای کوچیک نوشته بودم یا هر چیزی، میگه wrong data. خب حالا من میخوام اون یوزر فرممو که اینجا ساخته بودم اول به کاربر نشون بده، yes یا no یا هیچی یا هر چیزی رو پیدا کنه، خب یعنی انتخاب بکنه کاربر. و بعد بذاریم من اصلا تو یوزر فرم هم توهی هم بذارم، خالی هم بذارم، یه دونه باتن میخوام اضافه کنم به نام خالی، یعنی هر چیزی که بود رو خالی کنم. چرا این تولز هم رو نمیارم؟ تول باکس که اگه اونو نشونه تول باکس دوباره است، یه دونه کامن باتم دیگه میذارم، میگم کلیر دیتا باشه، کلیر، و اینجا هم می‌نویسم کلیر، درسته؟ خب حالا کاربر سه تا گزینه رو میتونه انتخاب کنه. اگه اینو انتخاب کرد بیا شیت یک دات سلز یک و دو رو دات کلیر کانتنت کن. خب یادتونه که تو جلسه قبل با این کار کردیم، کلیر کانتنت رو، فقط کانتنت بود یا کانتنت زیادم نمیاد، حالا امتحان میکنیم. بعدش بیا یوزر دست رو هاید کن ببندش، درسته؟ خب اینو ران کنم، کلیر کنم، من کلیر کانتنت درست نبود. واسه اینکه اینو بکنم یادم رفتش، دوباره سرچ میکنم اینو، اینجا داشتم قرارم کلیر کانتنت اس نداره. من تو جلسه قبل هم چند دقیقه پیش زده بودیم، ولی خب آدم یادش میره، بخاطر همین کداتون رو میتونین استفاده کنین، مثلا برین از کدای قبلیتون ببینین یا دوباره سرچ کنین. خب من این ران میکنم، کلیر کانتنت میکنم، اون اچ میپره دیگه، ببخشید. خب اچ دیگه وجود نداره. حالا میام توی ماژولم، خب میگم اول اون یوزر فرمی که ساختم یوزر دسمو شو کن به کاربر نشون بده. خب وقتی که اینو نشون میده کاربر میره توی این فضا کارش رو انجام میده، اونجا هایدم کردم، بعد فرم بسته میشه و این عملیات بعدش انجام میشه. خب من یه بار پلی میکنم، میبینین اول دیگه یوزر فرم رو به کاربر نشون میده،
اگر یس بزنم میره اون MSG باکس همون نشون میده میگه good choice و بعد میبنده. حالا اگر خاطرتون باشه من اومده بودم اینجا، میتونیم حالا یه باتم هم باسش بذاریم بگیم اینجا باسرم بذاریم. خب فقط یکم رنگش رو عوض بکنیم، این هم هست. یه تکس باسش بذاریم بگیم که سابمیت کلیک بسن. خب حالا ظاهرش زیاد بسن مهم نیستش، میتونین این تکسش رو مثلا چیز کنیم، جا به جا کنیم، مثلا بریم این رو توی اکسل مقدماتی دیگه باید بلد باشین دیگه که چطور با تکس باکس ها مثلا کار بکنین اونجا. خب حالا کاری نداریم، اینو میبندیم که وقت گرفته نشه. روش کلیک راست میکنم، میام اساین ماکرو رو میزنم. خب این کاندیشنز رو میبینین، دیس ورکبوک، اگه مثلا بذارم آل اوپن ورکبوک واسه این پروژه چکمونم که الان بازه رو نشون میده، ولی من الان همین دیس ورکبوک رو میزنم. اینو چون پرایوت نیستش، پابلیکه، اگه یادتون باشه پرایوت ننوشته بودم اینجا داره نشون میده، اوکی میکنم، فرممو نشون نداده. حالا روش کلیک میکنم دیگه، میتونم انگار یه باتم گذاشتم اینجا، کلیک میکنم، کلیر میکنم، بهم نشون میده، اصلا دیگه وارد کدام نمیشه و یک نرم افزار نوشتم که میاد اینجا میگه اوکی انتخاب کن یس یا نو، اگه نو بود یه کاری رو انجام بده، not good، not good، اگه یس بود یه good choice، اگه کلیر کنم میگه nothing. خب اگه مثلا من از قبل اومده باشم QQ نوشته باشم و اینو ران کنم و بعد ببندمش خودم یه رانگ دیتا. واسه اینجور مواقع میتونیم اون بستن رو بذاریم کنار فقط بین اینا باشه، یا اینکه مثلا اومدم یه کاری رو تعبیه کردم که اگه ارور دادش یا اینکه مثلا در واقع خطای کاربر بود یه چیزی رو ببندشون. یه پروژه خیلی کوچیک بود واسه اینکه با ایف آشنا بشیم. خب تو جلسه بعد دیگه حالا این کدا رو میتونیم بگیرین یکم بازی کنیم، با چیزای مختلف بذارین، حتی بستش بدین واسه تمرین، چون میتونین از وبسایت دیاکو دانلود کنین اینا رو و به عنوان تمرین استفاده کنین. تو جلسه بعدی دیگه خب کاندیشن رو با یوزر فرما رو یاد گرفتیم، میریم وارد بقیه این دیتا میشیم، این کد میشیم، اینجا به بعد رو که بازی با تکست باکس ها هستش و غیره رو با هم کار میکنم و چجوری پرینتر. شاید یکی دو جلسه، حالا تو جلسه بعد اینا رو میگیم، نمیدونم، اینم یه ذره کار داره که یادتونه چجوری عکس انتخاب میکردیم، اینم احتمالا تو یک جلسه جداگونه بهتون بگم، یعنی دو جلسه بشه. خب این تیک کد، ممنونم از توجهی کردین، حتما برین اکسلی که با هم دیولوب کردیم و بگیرین و یا خودتون بسازین یا بگیرین و تغییر بدین و بیشترش بکنین که به عنوان تمرین باشه، این که از اول بسازینش و باز گسترشش بدین. با سپاس فراوان، خدا نگهدار.